سلام، خوش اومدید به استودیوی پارسا و بخش خبری ساعت 14. میخوام از داغ‌ترین موضوع کانال‌های تلگرامی براتون بگم، جدال لفظی لاریجانی و پژمانفر در مجلس همین چند ساعت پیش. بفرمایید، توهین نکنید. دیکتاتوری یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما هستید تو کشور این بساطور را انداختید. بفرمایید آقای انصار، بفرمایید چینی مطابق آیین‌نامه جوابتون میده. بفرمایید آقای انصاری صحبت شما. بفرمایید. تریبون یه طرف شمایید که همه تریبون ها دستتونه، هرچی خواستید به همه میگین، کسی هم به تو هیچی نمیگه. تو این مملکت اینجوری شده، چهار نفر اینجوری حرف میزنن بقیه با تسلیمشون باشن. حالا ما چیزی به تو نمیگیم که از زبان ندارم، اینجوری به همه هرچی در خواست گفتیم. بفرمایید آقای انصاری. بریم سراغ توییتر. در جریان سفر رئیس جمهور به نیویورک و بالا گرفتن موج مذاکره با آمریکا، کار برای فضای مجازی از تریبون توییتر یک صدا مذاکره با آمریکا رو بیفایده خوندند. همینجوری که میبینید در تصویر، چند تا از این توییت ها رو براتون آوردم که با هشتگ مذاکره ممنوع منتشر شده. یکی گفته این راه بنبست است و ورود به آن جرمه سنگینی دارد، یا یکی دیگه نوشته به فرمایش رهبر معظم انقلاب به هیچ وجه گفتگویی و تماسی هر چند سهوی صورت نگیرد. یکی دیگه دست به کیبورد شده و نوشته سوغات مذاکره با آمریکا تحمیل خواسته های آمریکا بر ایران و نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری بر ایران، صحبتی که مقام معظم رهبری همین هفته پیش انجام دادن. و یکی دیگه هم نوشته مذاکره خفتبار واجد کدام مؤلفه عزت و حکمت و مصلحته. این هشتگ ها رو میتونین توی توییتر بزنید، این پست رو براتون میاره و هرچی بیشتر هم سرچ کنید میبینید در سطوح بالاتر هم اظهار نظر داشتن. به خاطر چی؟ به خاطر این تصویری که میخوام الان بهتون نشون بدم. همین چند ساعت پیش تلاش مکرون و جانسون برای راضی کردن روحانی به دیدن ترامپ. Meeting with President Trump. اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدنتون. This is a lost opportunity. واقعاً فرصت از دست رفت. Because he will not come back in a few months except if I don't know your project. چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از این. And President Trump will not go to Tehran. But Trump you need to be on the side of the swimming pool and jump at the same time. I agree. Always. Take care. Bye bye. Bye bye. هادی چوپان بعد از موفقیت در مستر المپیا خطاب به مسئولین کشور. یکی از بزرگترین دلایل مثبت آیین ایران بود اینه که ورزش رو بدون دارو تکرار نمی‌کنه. شاید برای خیلی ها، برای جوان ها که اینجا چوپان پپتاک زده فعلا که من همچین خبرهایی نیست. من حاضرم تو حواز ماهشی که اینا میدم من هم بدم. من 35 روز قبل از مسابقه مستر المپیا حتی مکملم هم قطع کردم. من 96 کیلو و نیم بودم، رفتم روز فینال مسابقه دادم و این گولی که جماعت خوردن هم نخورم. اونجوری نیست اینا فکر. توقع الان از مسئولین دوستانت اینا چیه؟ مسئولین واسه من مثل این ستون هست. مسئولین از من نپرس. خب به جمال نه، منظور که الان دوست داری چه کاری برای تو انجام بشه، برای سال بعدت انجام بشه؟ من از دور بایدون کار انجام بدم، کاری به مسئولین ندارم. مسئولین هیچ وقت نمیخوان توی راهی باشن، من واسه مردم زحمت میکشم. مسئولین عددی نیست. ویزای سال بعدت از یه آمار جالبی من توی کانال تلگرامی دیدم و گفتم براتون بیارم. آماری که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، در سال 2018 تنها 7 کشور در جهان تورم بالای 25% داشتن که یکی از اونها هم ایران. اگه این عکس بزرگ بشه شما میتونید به راحتی ببینید که جالبه هیچ کدوم از کشورهای همسایه ایران در پیشتاز بودن تورم با ایران
همگروه نیستند. بعد از صحبت‌های جنجالی دیشب ترامپ همه فکر کردن که دیگه احتمالاً دلار سر به فلک بکشه. اما بشنوید صحبت‌های رئیس بانک مرکزی رو. نه من نمیدونم آرامش قبل از طوفان یعنی چی، چه طوفانی قرار بیاد. نه نه ما الحمدلله کنترل کامل داریم، بازار روان داره انجام میگیره، روند صادرات غیر نفتی ادامه داره، عرضه ارز به طور مداوم در نیما داره انجام میگیره، بنابراین چه آرامش قبل از طوفانی. به نظر من اینها یه مقدار در واقع دل مردم خالی کردنه. من معتقد هستم که روند انشاءالله روند خوبیه و شما هم میتونید از مشکلات محلتون یا اگه درخواستی از این شبکه دارین با هشتگ مردم خبر تو شبکه‌های اجتماعی درخواستتون مطرح کنید. دیده میشه، گفته میشه. تا بخش خبری ساعت 15.